سلام، گزینه‌ها در این بازه قیمتی زیاد هستند، اما در گشت و گذاری که داشتم سه مدل گوشی مناسب پیدا کردم. کترپیلار B25 از 840 تا 1 میلیون تومان، نوکیا 8110 4G از 730 تا 900 تومان و نوکیا وان از 840 تا 1 میلیون تومان. خب بریم سراغ مقایسه سریع و ببینیم کدوم یکی از گوشی‌ها ارزش خرید بالاتری دارن. به علت کمبود وقت در هر بخش فقط به گوشی اشاره می‌کنم که تو اون بخش برتری داره. برتری‌های امکاناتی با رنگ سبز، امکانات میانه با رنگ توسی و ضعف در اون بخش با رنگ قرمز مشخص میشه. در بخش طراحی همگی دو سیم کارت پشتیبانی میکنن تا عالیه. کت محصول 2013 که یک امتیاز منفی به حساب میاد. در بخش نمایشگر هم از لحاظ ابعاد و هم از لحاظ نوع نمایشگر نوکیا وان از همه بهتره. به بخش مهم سخت افزار میریم. نوکیا وان همونطوری که میبینید 1 گیگرم داره، 8 گیگ حافظه داخلی، 128 گیگابایت کارت حافظه جانبی رو هم پشتیبانی میکنه. کت B25 تنها گوشی که در این مقایسه 4G رو پشتیبانی نمیکنه. برتری در باتری هم با ظرفیت 2150 میلی آمپر ساعت از آن نوکیا وان هست. در بخش دوربین نوکیا یک تنها گوشیه که مجهز به دو دوربین، یکی دوربین اصلی 5 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 2 مگاپیکسلی. همونطوری که دیدید نوکیا یک برتری بیشتری داشت، اما نوکیا 8110 4G رو پشتیبانی میکنه و طراحی کلاسیکی داره. کت B25 هم گوشی مقاوم به ضربه است تا فاصله 1.8 متر و همچنین مجهز به استاندارد IP67 و میتونه تا 30 دقیقه در عمق 1 متری آب دووم بیاره و به نفوذ گرد و غبار هم حساس نیست. پس در نهایت برای کاربری عادی بهترین پیشنهادی که برای خرید گوشی تا سقف 1 میلیون تومان دارم نوکیا 1 هست و برای کار در شرایط سخت کترپیلار B25. صفحه من اگر دنبال نکردید این کارو انجام بدید و در قسمت بعدی راهنمای خرید به سراغ گوشی های سقف 2 میلیون تومانی میریم. اهورا نیازی.